ما قرار منصف و مهربون باشیم و اصلی در جهان هست که یکی از شاهکارهای انسانیه که هیچ کس گناهکار نیست مگر خلافش ثابت بشه. بگذاریم از این که متاسفانه دو سه مورد هست در کشورهای مختلف از جمله در امریکا که آدم ها باید بیگناهیشون ثابت کنن که اون خودش قصه دیگه است. وارد این بحث نمیخوام بشم. دوم، شما اصلا هر کسی رو که میبینید بهش اعتماد نکنید. ببینید از شما چه اعتمادی میخواد. من اگر با یک کسی توی مهمونی آشنا میشم پس اعتماد نیست. اگر یک کسی به من درباره یه موضوع حرفی میزنه بحث اعتماد نیست. من میتونم قضاوت کنم، شاید درست بگه غلط بگه، ول کن. اعتماد وقتی است که شما میخواید یه چیزی رو بیش از حد و اندازه به دیگری بدید، در اختیارش بگذارید، یه مسئولیتی رو در حقیقت به عهده او بگذارید که اگر انجامش نده شما آسیب میبینید. بلا من که قرار نیست تو خیابون که میرم یا سر کارم به همه اعتماد کنم. شما وقتی آدمی رو میبینید به من بگید مثلا هر چیزی این اخیر که دیدیدش و بهش اعتماد نکردید او چی به شما گفته یا از شما چی خواسته که بهش اعتماد نکردید؟ آمد به شما گفت به من پول بدید، فرض شما اینه که من دلیل نداره به کسی قرض بدم، بعدم چون دوستی میخوام حفظ بشه قرض نمیدم و بعدم باید یه ارتباط خاص باشه، شرایط ویژه باشه، دلیل این خواستن پول مشخص باشه، باز پرداختش مشخص باشه، یعنی اینا رو باید بدونید. ولی معلومه من همینجوری که به همه اعتماد نمی کنم، من قرار نیست این کارو بکنم. به همین جاست که من بارها گفتم فرزندان من 100 تا چیز به من بگن من بهشون اعتماد مطلق دارم، اما در مورد 5 تا چیز مطلقا بهشون اعتماد ندارم، گوش برشونم نمیدم. از جمله بیان به من بگن که دواتو اینجوری بخور یا نخور، تخصص و کار اونا نیست، من در اون زمینه بهشون ابدا اعتمادی ندارم، ابدا. ولی به یه چیزایی که میرسه چشم بستم بهشون اعتماد کنم. ما به درجات مختلف اعتماد کنم، حتی شما به یه کسی حاضرید 1000 تومن اعتماد بکنید، به یکی 10,000 تومن، یکی 1,000,000 هم بدید، اصلا سوال نمی کنید که تو در مقابلش به من چی میدی. تو زندگی در همه زمینه‌ها یه درجه‌ای هست عزیز. من گفتم ما دو گونه به دنیا نگاه می‌کنیم، یکی دنیا یه گلستانی است که برخی از گل‌ها خار دارن، یه دو گل‌ها خار ندارن، بعضی‌هاشون خار کمی دارن، آسیب کمی به ما می‌زنن. تو اینا ایبس و تو 1000 تا 5000 تا دو تا شما مثلا زهری و سمی و کشندن. خب من در ارتباط با گل مواظبم، شما من نون بدید اونجوری مواظب نیستم. مثلا اگر از تنور در نمیاد باشه، داغ باشه، نونی باشه که اونجاست، من بدید من میگیرم ازتون. ولی اگر شما به دست گل به من دادی که همینجوری نمیگیرم فشارش بدم، خب شما 4 تا خار توش باشه، خب معلومه رعایت میکنن. بنابراین ما با آدمای مختلف حتی به یه آدم تا یه حدی اعتماد و اطمینان میکنیم، از یه حدی بیش از اون رو نمیکنیم. اگه شما یه پسر 12 ساله داشت باشید بگه بابا بذار من بشینم پشت فرمون، که شما نمیگید باشه من به تو اعتماد، خب میره خودشو بقیه به کشتن میده. اونی که نمیشه بشه اعتماد کرد، وقتی قانون میگه زیر 18 ساله باید گواهی نامه داشته باشه، امتحانا رو گذرونده باشه، من که ماشینم دست بچه 14 ساله و 15 ساله نمیدم، هر کی میخواد باشه، معلومه بشه اعتماد ندارم. برای که دولت و قانون بشه اعتماد نداره. ولی سر یه موضوع دیگه اگر شما گواهی نامه دارید، مگر در شرایط غیر عادی باشید، همونطور که میدید شما ماشینتون رو میدید یه مسئولی میاد میگیره برای پارک میکنه بعد میاره، شما که نمیتونید از اون تست اعتماد و اطمینان بکنید.